درسته که پول دارن، پولش هم ممکن به طور غیر مستقیم ممکن جمهوری اسلامی بیاد، ولی زرنگی کردن، سایت درست حسابی درست کردن، جوانای آمریکا ایرانی آمریکایی رو در این چند سال گذشته به نظر من گول زدن، هی گفتن بیان براشون پارتی جمع مشابه گذاشتن، بیان دختر پسرها همدیگه رو ملاقات بکنین، نمیدونم اونایی که مجرد هستن این کارو بکنن، اینا تمام مدارکش هست، از هر طریقی این عضو جمع بکنن، تازه سالی 50 دلار ماهی 50 دلار هم حق یعنی عضویت بگیرن، بعدم یک نظرخواهیای بگیرن که سوالو یه جوری بچرخونن که جوابش دقیقاً همون چیزی که میشه که اینا دلشون میخواد، بعد برن این سوال و جوابا رو مثلا با 10000 20000 30000 نفر که عضو دارن هر چقدر تعدادی هست برن به مجلس آمریکا بگن ببینین ایرانیان آمریکایی چی میخوان، که دقیقاً اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد. و ما هنوز که هنوزه باز میگم خوشبختانه بعضی تلویزیون‌ها و رسانه‌ها صدا و تصویرش به ایران نمیره، بعضی اصلا اینجا فقط نشستن آی فحش بهش اینو، آی نمیدونم بد به جنبش سبز و آی نمیدونم اینو خائن صدا کردن و اونو مزدور صدا کردن و همینجوری به هم دیگه توی خارج از کشور پریدن، به جای اینکه بیان برسن به این صدایی که مردم ایران، جوانان ایران مثل این بیانیه که از داخل کشور پخش کردیم الان دارن زجه میزنن آی مردم خارج از کشور بیاین به دادم برسیم، بیاین به داد ما برسیم کمک بکنید. من میدونم که هفته آینده شنبه 11 شنبه فکر میشه 12 جون ساعت 11 صبح در واشنگتن دی سی روبروی دفتر منافع این دزدا ملاها تظاهراتی هست، هم مثل اینکه 11 صبح هم 4 بعد از ظهر تمام کسانی که در شهرهای دیگر اروپا و آمریکا احیانا دارن برنامه ریزی میکنن یا کردن برای تظاهرات، خواهش میکنم آماده باشید، چند دقیقه تلفن ها باز شد یا از طریق تلفن یا از طریق چت روم ها بیاین با ما صحبت بکنید و بگید که دل این جوان ها رو خوش بکنید. اینها دارن میرن هفته آینده با وجودی که به نظر من بسیار سیستماتیک کار کردن، ما الان خب یه هفته پیش هم برنامه سینگ نداشتیم، همیاری بود در تلویزیون بارس، هفته پیش بود بعضی جا منم هم که همون دو هفته است با شما زیاد خوب صحبت نکردیم پارس، ولی هر روز برنامه داریم. این پروژه اصلا از داخل کشور بچه های ما شروع شد، شاید به منم میگن شاید این تلویزیون که از تنها تلویزیون هایی بوده به غیر از رادیو آقای قائم مقامی که پخش کرد خواسته اینها رو، که اینها اومدن تقاضا کردن با یک برنامه استراتژیکی از رهبران جنبش سبز در داخل کشور برید تقاضای مجوز بکنید، که این مسلماً آخوندها یا مجوز میدن برای 22 خرداد یا نمیدن، من فکر کنم شاید به احتمال زیاد ندن، اگر بدن که در چارچوب این مردم میرن راهپیمایی و تظاهرات، اگر ندن خودشون برنامه ریزی کردن، اون سازمان مقاومت نافرمانی مدنی داخل کشور حرف بچه‌ها رو گرفت، صحبتشون رو بیانیه اعلام کرد که صبح 22 خرداد اعتصابات، بعد از ظهرش راهپیمایی، شبش ساعت 10 نمیدونم روی پشت بام الله اکبر غیره این حرفا، و ما به جای اینکه پشتیبانی 100% بکنیم از اینها، بعضی اینجا نشستن که آقا لنگش کن یا اون دزده یا این کجه، مثل اینکه انگار که مردم و بچه های داخل کشور ببخشید احمق هستن یا نمیفهمن، واقعا انگار همین، این همه بچه باسواد، این همه دانشمند، 50% دانشگاه ها زنان بانوان، اینها دارن شلاق میخورن، فکر میکنن بدون مرکزیت، بدون مدیریت منسجم کار میکنن، اون وقت بعضی احیانا اینجا بشینن و بگن که اینا چون اسمشون رنگ سبز است، رنگ سبزش سبز شیعه است، سبز علی حسین حسنه، ببینید که اصلا مغزها فکرها داره کجا فکر میکنه. خب بریم توی اینترنت، تلفن استودیو رو هم لطفا بذارید، امروز میخواییم صدای بچه ها رو بشنیم. آیدی یه ستاره، ادمین محترم اتاق ایران ندای سبز آزادی در بیلوکس، بفهمید صحبت بکنید. 3 دقیقه. سلام و خسته نباشید میگم به شما و تمام دوستایی که در ایران و خارج از کشور هستن. ادامه بحث ماست در مورد اکسیون های 22 خرداد. اگر یادتون باشد من به نقل از کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران کاما 5 پیشنهادی رو که مطرح شده بود رو مطرح کردم، اعتصاب یک روزه در سالگرد انتخابات و سالگرد شهدای جنبش، تظاهرات در سالگرد انتخابات، عدم پرداخت قبوض مربوط به سرویس ها و خدماتی که از طرف دولت گران می شوند، برگزاری انتخابات نمادین و مردمی و الله اکبر گفتن بر سر بام ها در پاره از شبها. در خصوص الله اکبر دیروز صحبت کردیم که برای
جمعه شب ما قبل 22 خرداد ساعت 10 شب پیشنهادی است که از 10 تا 10 و ربع شب پیشنهاد الله اکبر گفته شده، و همینطور هفته بعدش شنبه شب، شب 30 خرداد که یک شنبه سالگرد شهدا هست، هم همین پیشنهاد شده. به اضافه اینکه می توانیم الله اکبر رو با صداهای اضافه هم مثل سوت یا غیره توأم بکنیم، برای اینکه سراسر ایران صدای بلند اعتراض غیر از صدای ما شنیده بشه، یا بعضی ها پیشنهاد کردن میشه از بلندگو هم استفاده کرد اگر خطری نداشته باشه. به هر صورت در خصوص اکسیون بعدی که میخوام به اون بپردازم، بحث مهم اعتصاب یک روزه در سالگرد انتخابات و سالگرد شهدای جنبشه، که این پیشنهاد پیشنهاد هوشمندانه است که وقتی با مسئله تظاهرات در سالگرد انتخابات، ولو اینکه اجازه ندهند به ما به شکل پراکنده و به متد چهارشنبه سوری در سراسر محله ها و نقاط کشور انجام بشه، توأم اگر بشه، اون وقت در واقع یک مسئله دو لبه تیغه قیچی خواهد شد که حکومت رو گلوش رو بین خودش خواهد فشرد. من راجع به این موضوع فردا بیشتر صحبت خواهم کرد. اندکی صبر، سحر نزدیک است. تا فردا شاد پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران ایران. و برگ بر دیکتاتور. مرسی از تایم. با تشکر از آیدی عزیز یه ستاره. آیدی یارسان از داخل کشور، 3 دقیقه بفهمید خواهش میکنم. سپاسگزارم جناب فروتن. عرض سلام و درود دارم خدمت همه هم میهنانم در اقصی نقاط جهان و ایران، و به هر حال همه عزیزانی که در این روم صدای من رو میشنوند. خدمتتون عرض کنم که به هر حال امشب شب فوت بنیانگذار رژیم جمهوری اسلامی است، و این مسئله رو من بد ندیدم تا فتوایی بکنم که یه چند کلامی رو راجع به این شخصیتی به اسم آیت الله خمینی صحبت بکنم، و در رابطه با این کلاه تاریخی که سر مردم ایران رفت یه چند نکته‌ای رو بگم. ببینید دوستان و همیهنان عزیزم، آیت الله خمینی کسی بود که تا قبل از اینکه قدرت رو در این کشور به دست بگیره، دموکراسی که در فرانسه جاری و ساری بود رو مسخره میکرد و میگفت ما در دموکراسی اسلامیمون بسیار دموکرات‌تر عمل خواهیم کرد. ایشون کسی بود که میگفت بعد از به پیروزی رسیدن این انقلاب، بعد از اینکه ما به هر حال قدرت رو به دست گرفتیم و جمهوری اسلامی رو به هر حال روی کار آوردیم، من در این کشور هیچ حزبی رو رهبری نخواهم کرد، هیچ مقام دولتی، مقام حکومتی رو نخواهم داشت. اینها حرفای این آدم بود. و بعد از پیروزی این انقلاب دیدیم که طمع قدرت، شهوت قدرت کاری با این آدم کرد که نه تنها همه کار شد، بلکه به نوعی شد فرمانده کل قوا. بنابراین من امیدوارم که حالا با تکرار تاریخ در این ایام 14 و 15 خرداد که سال روز فوت ایشون هست، ما یادمون باشه که این شخصیت چه کلاه بزرگی رو سر این ملت گذاشت و با چه بهونه هایی چه قدرتی رو در این کشور به دست آورد و بنیانگذار چه حکومتی شد که تونست در اون حکومت سالهای دراز به مردم این کشور خیانتهای بزرگی رو بکنه و بنیان یک حکومت به نوعی حالا قاتل رو بذاره که این روزها به قتل عام جوانان خودش در خیابونها میپردازه. من یه نکته دیگر رو بگم و میکروفون رو تقدیم ایمان فروتن عزیز بکنم. چندی پیش خب به هر حال هموطنان کرد ما وقتی در این کشور کشته شدن توسط رژیم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی پیام تسلیتی رو که موسوی و کروبی فرستاده بودن محکوم کرد و گفت شما دارید از تروریست ها حمایت میکنید. اما خب ما امروز بعد از اینکه پیام تسلیت موسوی و کروبی رو در حمایت از مردم غزه و حالا در حمایت از اون کشتی هم میبینیم و در حمایت از کشته شدگان بیگناه هم میبینیم،
قطعا به این نتیجه میرسیم که این افراد هر جا که به هر حال در حال حاضر حداقل هر جا که ظلمی داره انجام میشه و سر بیگناهی زیر آب میره و کسی به هر حال بیگناه کشته میشه و ظلمی در حقش انجام میشه، اینها فریاد خشم میزنن. بنابراین اگر اینها روزی از هموطن کرد ما دفاع میکنن، انقدر غیرت دارن که میان به هر حال از یک همنوع فلسطینی خودشون یا از یک همنوع به هر حال حالا ترک خودشون یا حالا هر کسی که در اون کشتی بوده و کشته شده حمایت میکنن و اصولا با جنایت و قتل مشکل دارن. سپاسگزارم، به امید پیروزی در 22 خرداد و به امید اینکه بتونیم به حال با همیاری و حمایت عزیزان خارج کشور این امکان رو فراهم بیاریم که به سمت پیروزی حرکت بکنیم. سپاسگزارم. بفرمایید.